با معرفی نسخه GPT-4o یا اومنی که کاملا رایگان در دسترس عموم قرار گرفته برعکس نسخه قبل 4 و با معرفیش و کلی ویدیو راجبش که خیلی سر و صدا کرد، یکی به خاطر فری بودنش، یکی بالا رفتن هوشش، میتونه ترانه راحت بنویسه، به زبان فارسی هم حرف بزنه، که همه اینا رو بریم چک بکنیم ببینیم چجوریه، البته با گوشی. اول بریم برنامه‌شو دانلود کنیم و اینم بهتون بگم با نسخه سیستم دسکتاپ نمیتونید اون نسخه میکروفونش رو فعال کنید و باش صحبت کنید، روون صحبت کنید. برای همین با گوشی میخوایم وارد بشیم، با نسخه مک میشه، مک بوک میتونید وارد بشید، برنامه مخصوص اون هست، ولی برای ویندوز هنوز نیومده. با گوشی یا اندروید یا iOS، اگه اندروید هستی پلی استور، اگه iOS اپ استور، سرچ کنید چت جی پی تی و سرچش کنیم این همین نسخه چت جی پی تی رو اینستال کنید که دانلود بشه. نصب که شد، همون صفحه اول که وارد شدید یا با اکانت جیمیلتون سری میتونید ورود کنید، یا با ایمیلتون یه فرمی چیزی سری پر میکنید و وارد میشید. با همون اکانت جیمیل هم سری وارد میشم، یه اسم و فامیل و تاریخ تولد ازتون میخواد و وارد میشید. اینجا کنتینیو میزنیم. خب اینجا برای فعال کردن وایسش، حالت صحبت کردنش بتونیم باهاش صحبت کنیم، اینجا یه علامت هدفونی هست، روش کلیک میکنید و اینجا کنتینیو. Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's anything you'd like me to focus on first, just let me know. اینجا چند تا تون صدا داره، حالت الان اولیش، دومیه. Hey, it's great to meet you. How's your day going? Hello. I'm really excited about teaming up with you and I'm all set to dive in. این به نظر من اوکیه. همینا ادامهش میدیم. Confirm. اینجا کلیک میکنید. اینجا بهش اجازه میدید که میکروفونتون رو فعال کنه. خب الان باهاش صحبت میکنم. الان داره گوش میکنه. میتونی فارسی صحبت کنی؟ بله، میتونم فارسی صحبت کنم. یکمی هم صداشو. میتونم کمکتان کنم. من موزیسین هستم، دنبال یه ترانه به زبان فارسی، خیلی هم ادبی باشه، توی فضای طبیعت باشه، راجب ایران باشه، ایران دهه 60 مثلا، نه دهه 70 باشه. برو ببینیم چیکار میکنی. برای شروع شاید بخواهید از شعرهای شاعران بزرگ ایرانی الهام بگیرید. شعرهای حافظ، سعدی و مولانا پر از تصاویر زیبا از طبیعت و عشق به ایران هستند. شعر نو باشه، شعر نو در سبک مثلا چی بگم، شعر الکترونیک باشه. شعر نو میتوند خیلی جالب باشد، به خصوص وقتی با موسیقی الکترونیک ترکیب میشود. این نو شعرها معمولا با زبان ساده تر و تصاویر جدید. یک کمی طولش میده، کشش میده، این یه باگی میتونه باشه. البته روش میزنید، روش که بزنید استوب میشه و اینجا حرف میزنید. یه شعر نو سری برام بنویس، شاخه الکترونیک آلترنیتیو هم باشه. این شعر کوتاه ولی خیلی زیباست. این قسمت Don't forget to like and subscribe اشاره به دنیای دیجیتال و یوتیوب داره. اگه بخوایم این جمله رو هم به شعر اضافه کنیم، توی قسمت چت شعر رو نوشته. حال هوای سکرت در سکوت شب زیر نور مهتاب، رازهای نهان در دل کوها. بدکش نیست، میتونه قابل قبول باشه. خب حالا دوباره باش صحبت میکنیم روی همین هدفونه، کلیک میکنید. من میخوام همین شعر رو به عنوان کسی که خواننده هست، به عنوان خواننده زن همین رو بخون. فکر کن یه ملودی هم داره روی گام لامینور. فکر خیلی خوبی است. تصور میکنم یک ملودی نرم و احساسی روی گام لامینور خیلی خوب با این شعر هماهنگ میشود. بگذارید با همین فضا بخوانم. آهنگ آغاز میشد با پیانو و صدای آرام. پیانو. در سکوت شب زیر نور مهتاب، رازهایی نهان در دل کوها، نسیمی نرم نجوا میکند. قصه های کهن از ایران دیرین در خدایش برای زبان فارسی خوب داره ساپورت میکنه. الان فعلا خوبه، قابل قبوله، ولی هنوز خیلی جا داره. یه سرویس هوش مصنوعی دیگه قبلا معرفی کردم برای تبدیل متن به موزیک، این فارسی هم ساپورت میکنه. این خدایش خیلی روونتر اینه، ببینیدش سورپرایز میشید. و همین تا درودی دیگر، بدرود.